سلام و صد سلام به همه شما رفقای با صفا و با مرام. آقا قرار بود نامه سید علی بافور فصل الخطاب باشه و دل واپس و دل آرام همه با هم بزنن پارکینگ و تمام. اما ظاهرا نامه عظما فصل الکباب بود. چون هنوز دعوای برجام ادامه داره و این طور که پیداست روز به روز داره خفن‌تر میشه. نامه مقتدران مظلومانه امام المسلمین تأکید میکند که کار تمام نشده است و نباید گروهی خوشحالی کنند که مسیر پرچالش برجام عزتمندانه به فرجام رسیده است. هیچ چیزی به فرجام نرسیده است. ای بابا، این دعواهای روزنامه‌ای دیگه قدیمی شده. الان کار به اونجا رسیده که تو بیت العنکبوت خامنه رئیس مجلس نظام رو آش و لاش میکنن. گستاخی افراطیون در حضور رهبر انقلاب. شعار تندروها هنگام ورود علی لاریجانی به بیت رهبری. این افراد شعارهایی از قبیل خواص بی بصیرت مایه ننگ ملت، اما نامه برجام تلاش بی سرانجام، مرگ بر منافق و هیهات من نزله سر دادند. بر اساس گزارش های رسیده این عده قلیل شب گذشته نیز پس از حضور رئیس جمهور شعارهایی این چنین سر داده بودند. گذشت اون دوره که برق پارهای دل واپس یه عربدهی میکشیدن و خامنه هم خودشو میزد به اون را که مثلا من خبر ندارم و فراجناهی هم و این حرفا. الان کار به جایی رسیده که عظما خودش حرفاشو چپونده تو گلوی دل واپساش تا اینجوری سنگاشو با شخفری و لاریجانی و باقی طرف حسابا حق کنه. تازه بعدش هم نوبت آخوند پهنیان بود که قات بزنه و خوابای پنبه دونه‌ای ولی فقیهش رو اینجوری نشخار کنه. برگردید به خانواده ها، پدر مادراتون بگید، بگید ما مال یه زمان دیگریم. گذشت دوران دفاع مقدس، گذشت دوران انقلاب اسلامی ایران. ما در زمان انقلاب اسلامی جهان زندگی میکنیم. وقتی کوسه و شیخفری دیدن که خامنه عداوات پارای قبلی رو کنار گذاشته و هرنج جدید چیده، اونا هم توپ و شوتیدن تو زمین عظما و زور زدن تا هر طور شده همه این داد و قالا رو یه جوری به ریش خود خامنه گره بزنن. حمایت علی لاریجانی از توافق هسته‌ای و کمک‌های او در روند تصویب برجام در مجلس باعث عصبانیت جریان‌های تندرو و در رأس آن جبهه پایداری شده است. در چنین شرایطی این شعارها چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد جز مخالفت با تصمیم بزرگان کشور؟ هر چی زمان نمایش انتخابات نزدیک‌تر میشه، صف بندی که چه عرض کنم، گله بندی تو نظام هم فشرده تر میشه. وقتی لاریجانی به سیبل دلواپسا تبدیل میشه، معلومه که اوضاع خیلی خرابه. یعنی که پیچای شل دم دستگاه خامنه داره وا میشه و دمدمای انتخابات دو تا شاخ تو این نظام بیشتر نمیمونه. یعنی که هوا پسه و پسترم میشه. یعنی که خامنه باید منتظر جرخوردگی های بیشتری تو هوای ولایت باشه. اوضاع رو زیر نظر داشته باشین. فعلا شب شما بخیر.